بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمت و بزرگی بیدل عظیم آبادی ایک شاعر فارسی ہند. آزاد بلگرامی در خزانہ آمرہ گفتے است، رساند پائے مانی بے آسمان نہم، بلند تب شناسند کلام بیدل را. بیدل ایک جوئے کوچک یا ایک ساحل کم امک نیست که همگان بتوانند درون شنا کنند، وی دریا و اقیانوس است و کسانی که شنا نیا موقت باشند در این دریا غرق می شوند، چرا که فهمیدن افکار بیدل به قول خودش آسان نیست. اونچه کلکم می نگارد محض حرف و صوت نیست، هوش می باید که دریا بند زبان بیدلی. گر همه جبریل باشد مرغ فهم آگاه نیست، تا چه پرواز است محو آشیان بیدلی. گوش دل در حیرت آئین خوابانیدن است، بی نفس دارد تکلم ترجمان بیدلی. هر که از خود شد تهی از هستی مطلق پر است، سجده می خواهد حضور آستان بیدلی. از حباب من سراغ گوهر نایاب گیر، یک نفس چید است بهر اینجا دکان بیدلی. قبل از اون که به ارزیابی شعر بیدل و مقامش در ردیف سخنوران فارسی بپردازیم، لازم می دانم که توجه شما را به دو نکته مهمی جلب کنم. اول زادگاه بیدل و دوم مدفن بیدل. درباره زادگاه بیدل بندره بنداز خوشگو مسقط الراس بیدل را اکبر آباد گفته است. اکبر آباد یعنی هومه و محوطه آگره امروز. خوشگو هم اثر بیدل بوده است و ادعا می کند که شخصا هزارها بار با بیدل ملاقات کرده و حتی از محضر بیدل استفاده نموده. درباره زادگاهش اشتباه کرده است. همچنین آزاد بلگرامی که به وقت فوت بیدل 17 ساله بود در خزانه عامره گفته است، میرزا عبدالقادر عظیم آبادی متخلص به بیدل فرزند عبدالخالق در سال 1054 هجری در عظیم آباد پتنه امروز متولد شد. تقریبا هر دانشمندی و استادی که بیدل را مورد موالد قرار داده اند، مطالعه قرار داده اند، قطعیت و صراحت درباره زادگاه بیدل نشان نداده اند، الا و الا استاد کاکوی که به حواله مرات الواردات به وسیله شام غریبا با قطعیت تمام گفته که زادگاه بیدل اکبر نگر معروف به راج محل در ایالت بنگال می باشد که در سرحد بیهار و بنگال جا دارد. برای اطلاع عرض می شود که فعلا راج محل در ایالت بیهار واقع است، از دمکا و صاحبگنج زیاد دور نیست. این آخرین سرحد بیهار می باشد. رود گنگا حدود بیهار و بنگال را تعیین می کند. این طرف رود گنگا راج محل است که در اون زمان اردوگاه شاهزاده اعظم پسر اورنگزیب بادشاه بوده و میرزا عبدالخالق پدر بیدل در لشکرش وظیفه نظامی به عهده داشت. در اون زمان بیهار و بنگال گویی دو صحن یک منزل بودند. به همین علت والد بیدل میرزا عبدالخالق و انوی بیدل میرزا قلندر که بعد از وفات میرزا خالق وظیفه تعلیم و تربیت بیدل به عهده داشت، به عظیم آباد که مرکز بیهار بود آمد و رفت داشتند. بعد از بازنشستگی از خدمات نظامی میرزا عبدالخالق به دست حضرت شاه کمال که ولی الله وقت بوده بیعت کرد. این صوفی بزرگ در رانی ساگر مقیم بود. رانی ساگر از شهر آرا در حدود 18 و از شهر عظیم آباد تقریبا 60 میل مسافت دارد. بیدل هم همراه میرزا عبدالخالق بسا اوقات به عظیم آباد می آمد و اکثرا در همین شهر اقامت می کرد. احتمالا به همین سبب به عظیم آبادی مشهور گشت. برحال دیگر هیچ شکی و تردیدی نیست که بیدل در راج محل در سال 1054 مطابق به 1644 میلادی به دنیا آمد. اکنون وضاحت مدفن بیدل. درباره مدفن بیدل استاد عطا کاکوی که سالها ریاست دانشکده تحقیقات عربی و فارسی و ریاست بخش فارسی دانشگاه پٹنہ را به عهده داشت،
در حیر زار می نویسد که بیدل در صحن منزل خودش که نزدیک دهلی دروازه بود طبق وصیتش مدفون شد و بعد از مدتی دراز آقای حسن نظامی قبری به نام بیدل با کمک مالی از طرف نظام حیدرآباد تعمیر کردن که اصلا دو کوس از جای مدفن اصلیش می باشد و یک کتیبه هم آویزان کردن که یک یادگار مستقل اشتباه بزرگی می باشد. حال برگردیم به مقام منزلت بیدل در میان خسروان مملکت شعر و ادبیات فارسی. بیدل گفته است: ای بسا مانی که از نامحرمی های زبان، با همه شوخی مقیم پرده های رازمند. جای دیگر گفته است: با که باید گفت بیدل، ماجرای آرزو اونچه دل خواه من است از عالم ادراک نیست. و باز میگوید: بلبل بنال حرف چمن را مفسر است، یارب زبان نکهت گل ترجمان کیست. چنین به نظر میرسد که به اون چشم بینا و ذهن رسا و دل فطرت آشنا که بیدل داشت و به علتی که با دقت جلوه های قدرت و منظره های خیره کننده که خودش مشاهده می کرد و همیشه در جستجوی ایک منزل ناآشنا و ایک تمنای ناتمام و اون احساس تشنگی سیر نشدنی که داشت می خواست دیگران هم با او سهیم باشند، ولی برای اظهار آن شدتی که درونش حس می کرد احساس کمبود الفاظ هم داشت. همیشه نگاهش برای مطالعه مناظر قدرت باز است و هر ذره را مظهر قدرت الهی می‌بیند. از زمین تا آسمان سخن است. برای سادی برگ درختان سب دفتر معرفت کردگار بوده است، ولی بیدل می‌گوید: هوش اگر باشد کتاب و نغمه ها در کار نیست، چشم وا کردن زمین تا آسمان فهمیدن است. بیدل این جماد و یخ زدگی را نمی پسندد. در نظرش هر چیز در کائنات متحرک است. هر کجا نکهت گل پیرهن رنگ درید، نیست پوشیده که از خود سفری می خواهد. مسک لکه بیدل همین است: عمر آسودگی ما به سفر می گذد. غالب دهلوی هم این درس از بیدل گرفته است: زهی روانی عمری که در سفر گذرد. سرچشمه اقبال لاهوری هم بیدل است: هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. موضوع عظمت انسانی محور اقبال بوده است، ولی ببینید از کجا دست خوانده است: هر دو عالم خاک شد، تا بست نقش آدمی ای بهار نیستی از قدر خود آگاه باش. بیدل عقیده دارد که شوق منزل عاشق صادق را برای حصول منزل وادار می کند، چرا که عشق او صداقت دارد، راه دور را هم به آسانی طے می کند. بر امید وصل مشکل نیست خط زندگی، شوق منزل می کند نزدیک راه دور را. بیدل محبت را با موج دریا تشبیه می دهد و می گوید که محبت با آرام و سکون هیچ مطابقت ندارد. به همین علت هم نشینی ساحل و موج دریا امکان پذیر نیست. موج دریا را به ساحل هم نشینی مشکل است، بیقرارن نظر منزل کردین آرام را. یک نکته دیگر که بیدل را ممتاز می کند، قناعت توکل بالله است. شان مؤمن فقر است، الفقر فخری. این عظمت در بیدل بدرجه اتم موجود است. دنیا اگر دهند نجنبم زجای خیش، من بستم حنای قناعت بے پائے خیش. سراسر کلام بیدل بہترین نمونہ اشعار غنائی است و موسیقی و آہنگ در کلامش بے نظر می آید. تو کریم مطلق و من گدا، چکنی جزن کے نخانیم، در دیگری بے نما کے من بے کجا روم چبرانیم. ہمیں عمر با تو قدح زدیم، و نرفت رنج خمار ما، چه قیامتی که نمی رسی ز کنار ما با کنار ما.